Da ben tanıyak horaz da geldi. Ne horaz? Dedi ki, ma dur işte bazı bu kadar. Şükrü mekanım. Salam bara şumo. Ba tamam bindoy azizi kamil hazamar vibinan. انشالله که آمگی جور ساتمند باشن، سرحال باشن و جورتا فوق العاده زیبا و قشنگ بود کل همکارا را گرفته بود دیگه دوین شون یکم ما با جرات بودم سرحال میکردم قسمت کورس شای گفتم اگه میخوندیم شون بکشم ما هم زمزمه میکردم خب میخوندیم دیگه خب صدایشن مگه نمیمد آیسه صدا دل خود زمزمه میکردن بیا به ارسر او بایی خب از خاطر ما از شما رو نشنون نه نه وقتر صدای ما توفه شب یلدای ما و می زمزمه مقبولتان بود دیگه اینال توفه شما بر ما چی است؟ توفه ما میمه است توفه یلدایی بر خودت داریم قیز جان انار و تربوز که نماد از شب یلدا همیشه انار و تربوز است و ما خوشبختانه سر سفره خود داریم این دو میوه خوشمزه خودت میتونی استفاده بکنیم و ما تو خورده برو تا آخر برنامه اگر زیاد مصرف بخوشی تربوز در شب یلدا نوشو جان آی نمیرم سوال کنم مطمئن هستم که بسیار افراد نمیفهمند اما به خاطر از اینکه تابستان خوب آغاز کنین و هیچ مریض نشین مخصوصا در این شرایطی که مریضی زیاد است به خاطر از او باید در شب یلدا تربوز بخورین تا شیرین کام باشین و سال آینده خیلی خوب آغاز کنین با تا طرف مهمان دیگه میریم شما میتونین تربوز بخورین همین تربوز گرفته بود خب از قیز جان فعلا تشکر میکنم بله از خانواده یاد کردی شب یلدا در فرهنگ اکثر کشورهای آسیایی مخصوصا افغانستان جایگاه خاص خود داره در این شب یا مهمان میشن یا میزبان سراغشان میدم این دفعه شما بدیم من میزبان هستم بلا کل چیزایی طرف هست میخواستم میمان بکنم میزبان از سیر و سمجان اما در بالا سر خانه شیشتیر دو میزبان در بالا سر میشینه به خاطر از اینکه کام آمد میزبان هستم شما اینمی میوایی که سر سفر داریم باز بر شما پیش کنم که شما هم نوش جان کنین و شب یلدایتان زیبا زیبا تشکر تشکر خاطر زیادتر تیشو اینمی اناناس توته کنه که ما ازش مستفید چیم نمیخوایم بگیم سنتان خیلی بزرگ است ولی فکر میکنم خیلی تفاوت آمده از گذشته تا حال مثلا مثل همین که ایدها کم رنگ شده ولی ما رسانه ها خیلی کوشش میکنیم که مثلا نگذاریم روزها کم رنگ شوه چه تفاوت هایی آمده از نظر شما؟ او غایتا بله از نظر سنی خب قطعا شما شادمتون سال است زیاد شاید بزرگ نباشین 10-15 سال از ما بزرگتر باشین مثلا یک سوال داشتم که بیشتر وقتا چرا مثلا تشبیه که میکنی مثلا پیشتر در شعرتان شب یلدا را به یک دختر کت خدا یعنی یک به دختر تشبیه شده و چرا همیشه به دختر تشبیه میشه وقتی که دخترها خیلی زیبا هستن دلیلش همیست طرف خود مسوره جان قسم میکنی مسوره خوب طرف خود قسم میکنی که خودت یعنی که از خود خیلی راضی هستن بله خدا مهربان است گام زیادتر شد بالاست اما اینجا ما شب یلدا رو به چیز دختر گیسوی دخترها تشبیه نکردیم ولی به دختر کت خدا تشبیه کردیم اون در کل به هر حال معشوقه ادبیات نماد ادبیات حالا اگه بیایم اون دوست داشتن ها و اون احساسات عواطفی که بین انسان ها هست به هر حال شاعر باید یک کسر مخاطب قرار بده حالا گاهی اون مخاطب میتونه با عنوان یک مخاطب مجازی قرار بگیره تا پیام اصلی خود به معشوقه اصلی خود برسونه سلامت باشید اجازه است یک سلام دور دراز شب یلدا واره بر تمام هموطنان در هر گوشه دنیا که هستن جور ساتمند باشن ای اردوی ملی سربازای ما در هر گوشه دنیا که هستن در این هوای سرد خداوند پاک از بلا و زمینی و آسمانی نگاهشان کنن از برکت خداییش یک سلاح را در افغانستان بیارن خانم هستی خوش آمدین شما خوش باشین سلامت باشین شب یلدایتان مبارک به شما مبارک تشکر در هر جایی که یلدا هست برای شما شب مبارک به خانه ما هم یک یلدا است شب شما مبارک خانه کس که یلدا نباشه باز چی؟ او شب یلدا نداره؟ فرداش مبارک اینه بسیار گپ خوبه شما گفتین خب گیتا جان اول از کاکا بابا چی کردین ریزگوله؟ های بچه ریزگوله یاد نکو که جگرم داغ داغ است چرا؟ اول قصه شب یلدایش برتان بکنم باز داخر برتان بگم که ریزگوله چی کرد در شب یلدای نبه تر شوای زمستان بود حالا خوب است اینه تر چیز هاست پیدا بشه او و غیر امی توت بود و اینه می چارمغز بود و اینه می تلخانی گپا بود باز کلگی می آمدن در خانه کلان می شیشن اگر خنک می بود دو تا صندلی
دو تا صندلی اونم اونجا انداخته بشود و دیگه با ما نافزاد بودم. جالبیتش در اینجا است. صدقیت شب رزگل. گفتش که باش تو باز قصه شد آخر برتان بکنم. باز نمیجا میشنستیم باز کیچه کیچه میکنیم کیچه کیچه را میشناسیم؟ آه میشناسم کاکا بابا نه ما نمیفهم کیچه دروغ بگه استاد تو اصلا کیچه کیچه بخاطر که ما همیجا پیشار کرد کاکا بابا شده بودم قصه اونمو را برما میکرد خیلی از اون خاطر اگر من گفتم خیلی اکسین فیلم بود سید علی اصغر شاه استاد که میگفتش کی در سیا داره دست خدا دمی اول دست خدا او بالا بگه دمی سر تخته که میره سک بوله بک بوله با چرخ خط کش نفر بوله خاطر دست خدا کاکا بابا بالا میکده بخاطر که میگفته باش استاد فکر کنه گویا داره او را صدا نکنه نگو کم او را صدا میکده باز او صدایش بکده حالی نداشته او بچه هفت خط کش هشت خط کش نفرقش بزد خب باز کچه کچه میکده موسو دیگه یک دانه کمپل کلان هم منداختیم یک دانه انگوشتر یا یک دانه موره را دینمی زیر اینمی کمپل میموندیم باز کلگی دلمی دست خدا درو میکرد باز دستا رو میکشیدن دیگه این همه تر میگرفتن میگم که در دست کیست هر کس که پامیر همون شعرشم بگوین شعرشم بگم بازی بگفت که وقتی که دستای خودت میگرفت باز بگفت یا برین است یا برین است یا میل خوجه در امین است که یعنی دیلمی دست تو است اگر بود و نبرده بود اگر نکه نبود نبرده باز بعد ابو زیر کفن در قصه موره نبود و میگفتم دست ریزگل گیریم بیایه میبینم که دست شب سیدی خوصه بری و سخت کلاف خشت پخته واره از همون خاطر این قسمت براتون بسیار جالب بود و این گیم دوست داشته یادم نبیره دیگه زندگی سر کشور صاحب گفته زندگی که سفر نگذر یک دفعه که بگه زندگی در سفر است دیگه نمی طرف تا میره دیگه پس نمی ما می نمی تر بودم توار بودم بله بله خب خیر دیگه میگن جوانی هم بهار بود بگذشت خب بخیر باشه اول خب چرا میوه نمی خورین شما ما بیشتر گرفتیم میوه دیگه ایره بر شما مانده باز نگوین که باز ما ببرم از خودم ببرم میوه نخوردیم پلاستیک نه پلاستیک نه بیک داره مرا گفت که نام من نگیری در بیرو خفه کنید بخیالم رفیق صمیمی تانه بسیار دوستش دارم خدا عمرش دراز داشته باشم بسیار زیاد دوستش دارم یک روز نزدیک زار ترقم کده بود و استودیو برق نبود دورم اونجا شیشته بود که یک دفعه کستان شد از برای خدا خدا داد و بکشید از ما کده بیننده ما با نام نجیب سیاک کاکا بابا گفت آشنا اصلا سلبریتی شد از یاد ما نگفتیم کاکا بابا گفتن خواست خربر سای صحبتشون رو بشنیم خب میوه رو بعدا پذیرایی میکنیم البته از خودتان از نوش چون انار نخوردین انار به شاخ کشید خب توتا میکنیم پس آن براتان دیگر حال چرا شلا است این قنار بخورین یک چیری کوتاه براتون میگم بفرمایید شب یلدا است و یلدا مرا علاقت رفت ترکیه امشب میمون هستیم در خانه فوزیه به به عجب شعره بسیار دیگه نمیگم که باز دوزی نشه سخنور سایی شعر بود یا قصه بود میگه دیگه شو نمیگم دوزی میشه کلپش میبرای یک قصه بر ارتباط شب یلدا یک کسی این تو شب یلدا بوده زنش نمیفهمیده خانمش میگه پارا نمیفهمیده دیگه خب این کدام جای بوده خانمش زنگ میزنه گفته دو بجی شب شد تو نمی امی آدم آمده خانه دو بجی شب آمده سا خنک بوده خنک خورده پای خود از زیر صندلی که داخل میبره یک دفعه یک صدا میگه خانه خراب شده بینیم مایده کردی وقتی صندلی بالا میکنه سمیگه یک نفر میگه اون زنی کی است میگه گل محمد گل محمد چی میکنه میگه تو هم که رفتی پیش یلدا ما هم گل محمد خواستم توبه صندلی گفت والا صندلی تو چی یاد محمد خاطره بام در اون وقتا که باز شب یلدا می بود باز میگفتیم بودا وقت شب یگان تا که نه او وقت ما بچه خیل بوده بسیاری سفیدا پیچ سفیدا کت ما بود باز اون کم کم پینکی می بود باز میگفتیم اینه که خو نبره بودا به زیر صندلی باز میگفتیم بیای لغت زدنک شروع
باز لغت زدن بود و نمی لغت زدن و لغت زدن و خسر بره بره سخنور زمی شسته که تا حالا بیست لغت بزنن میخوره دمی گردیش لغت خیره کاکا بابا که خوش صندلی چپن نشده موار من گفتم خیره من پایش داخل کاسی آتش رفته نه گردیش کدام لغت بسیار جالب خانه روانی خواه خواه بسیار جالب کاکا بابا نگفته نمونه که ما یک گیم هم داریم تخم جنگی اینجا همکارای ما زحمت کشیدن و می تخم هم تو رنگ رنگ مقبول جور کردن چی نظر داری خودت که یک تخم جنگی کنیم که کی میبره؟ بیا برده منطقه ما کس برده نمیتونه خب میبینیم امشب معلوم میشه خیلی از بین از یوم شکره انتخاب کنین کدام رنگ دوست دارم خود پیشنهاد میکنم اینمی سفیده که زبدر داره اینمی ره امیده؟ اینمی ره؟ آه من بگیرم نه رستم بگیرم حال کاکاو وقت تیز کده گفت باش من بگیرم آه باش تو سپار دو باهم بخونم جو تو گلی باش خیاش نشانی کنن کاکا بابا آه گل نخری بیشی بیشی نه شرمانیم دیگه صدقی چمم نه شما بیشینین به خاطر که بزرگ هستین ما احترام تو نداریم در تخم جنگی خود بزرگ است برو بخیر راکه 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 اگر نیست سالم است و قدر نشکست نه سالم چیز کنیم درد کشد خب اینال من امروی کاکا بابا باختم دیگام بزنم دیگام تو خواب اوتر شرط خوی نمیتر از دینوین زده میری تا که اون تو کریم خلاشا اون انتخاب گیتا بود اینی انتخاب خواب نه اون اینی تو رو بگیری که بینین دا ببینه دیگه اون اخوه نه کاملا سالم در بغل هم بزنه خدا قنقل خدا بتا برکت یکی دیگر هم تان میکنم این دفعه می رنگ سر خاطشش بگیم بچه یا هم شکست باختی رسان جان رسان باختی خب برو باختم من باختم و قبول دارم حال امرای سخنور صاحب یک وزیر انجام میدیم جانی به پیر به خرابات مرو این همی تخم از طرف ما به شما توفه و سه دانه دو دانه دیگر هم که ما باختم اونم رو امرای خود در جیبتان ببرین بیاد خلطه پلاستی کلان آوردین آه از انار ببرم من اناس ببرم سعیس سعیس از آر دفعه خب میریم به طرف بازی بعدی امرای سخن ورس خب نه دو ما تخم زدم ایده ای شما بزنید رستم چی گفت سرت؟ نظر بست سال از سال برد بردی؟ شما بردی؟ شما بردی سخن برسه بر نفع بیده بود اگر این نجیبت میگه رستم نیو تو نکوی دیگه چش میگه دشکاری مالون میشه اینه اینه رستم باز دومان باخت نه ایفام چی گفت شده این تخمات من به من خرابایش هم ماندن سعی جوش ندادن ایفه بردم باختیم باخت؟ اگر والا این را میدادم خوشبختانه یکی را بردم خواه اما قدر کافی است تشکر روی خودت چطور؟ من دیگه تخم جنگی نمی کنم چرا که چندی بار چانس رو امتحان کردم دیگه چانس خوبی ندارم در تخم جنگی برگیتام چانس نمیتونم به تخم جنگی به خاطر که برمه یک دانه تخم مرغ انتخاب کرد دمو که باختم در کلش باختم او را بگفته کاکا بابا نجیب انتخاب کرده بود خواه کاکا نجیب انتخاب کرده بود خواه این تخمه خیلی شما پست کنین نوش جانتان باشه اگه نمک هم کار دارین نمک برتان دارین نه نمک نمیشه ایده تلویزیون ها کم بگن نمک کم بخورین خواه خواه فشار دارین نه فضا کنا مویای تا چی وقت سیاه کردی کاکا بابا؟ مویای بابا دیوانه هستم که سیاه میکنم بلابت سیاه هست فضل خدا دوستم جان بله بله همین شما شبی الدا میگین شبی الدا میگین نی؟ بله یک دفعه بیرو برای بی بالا پوش یلدا را بغل کنین برتون نشون میده کی چیه سعی سی کار حتما خواد کردیم بعد از اینکه برنامه تمام شد بخیر درست است میگه یک زن در تاکسی شیشته بود بچه زی زیاد گریان میکرد امی زن به موتروان میگه میگه سر بچه می یک پتکه کو که آرام شوه این موتروان میگه اگه دیگه گریان کردی مادر تماش میکنم یک دفعه زن کم میگه بچه تا که نمینه باور نمیکنه بسیار زیاد جالب این خانم هم دیگه میخواست که جنبه عملی پیدا کنه این بوسیدن به اون خاطر گفت تا که بچه ام نبینه دیگه باور نمیکنه بسیار جالب بود باز از اون فکر پیشتر فکر این گفتی حالی اگزم زمین مقبول بر ما کن
به آشیا نگشتم خانه به خانه گشتم به تو همیشه باغم شانه به شانه گشتم عشق یگانه من از تو نشانه من به تو نمک نداره شعر و ترانه من سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من دردمند و بی دوای سرزمین من سرزمین من کی غم تو را سرود سرزمین من کی رای تو را گشود سرزمین من کی به تو وفا نمود سرزمین من به به چقدر یک زمزمه مقبول میهنی و شعر بسیار عالی.